السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنا الدائم و عدائم اجمعین الى یوم الدین. خب بحث ما در کلام بود که بالاخره سابقه بحث کلام در نزد دوستان معلومه که این همه علم کلام رو کلام مینامند اصلا به خاطر همین بحث کلام و تکلم الهی بوده که درگیری هایی که در تاریخ به اصطلاح نگاه به کلام الهی که آیا این خلقی بوده یا قائم کلام نفسی است و قائم ذات هست یا نه، مخلوق بوده و کلام حادث است، این همه درگیری ها و حتی به کشتن ها. اینجا بحث رو از نگاه تفسیری ایشون داره اینجا مطرح میکنه. بیان کردن که کلام ابراز ما فی الضمیر است. البته ابراز ما فی الضمیر مراحل و مراتبی دارد. خدای سبحان در مرتبه کلام ذاتی خودش، خب ابراز ما فی الضمیرش میشه اسماء الهی، از مرتبه غیب به مرتبه ظهور در مرتبه اسماء. خب این مرتبه است. تو مرتبه در حقیقت خلق از مرتبه اسماء به مرتبه فعل الهی، خب اینم یه مرتبه ابراز است، از اون مکنون وجود به ظاهر وجود، از باطن وجود به ظاهر وجود، اینم یک مرتبه از کلام ابراز است. تو انسان ها هم همین جوریست. انسان خلاصه گاهی توی مرتبه در مرتبه ذاتش بروز و ظهور دارد، یک مرتبه در مرتبه فعلش ظهور و بروز دارد، که حالا هر کدوم از این ها برای بحثی که شد این بودش که وضع الفاظ برای ارواح معانیست. حتی اگر کسی این رو هم قبول نکند مجاز قائلش، اگر کسی به وضع الفاظ برای ارواح معانیست و غایات است که مجاز هم نیست، کلام تو هر کدوم از اینا به کار برده بشه مجاز نیست، چون غایتش و غرضش هست که ابراز ما فی الضمیر است. اما اگر کسی گفت که ما وضع الفاظ برای ارواح معانی رو قبول نداریم و از تابع تشخیص واضعه و واضع چه سرش میشد این که بعد با مرتبه کلام ذاتی اینا رو به سرش نمیشد، که لذا برای اینا وضع نکرده. فرض که ما بحث رو بر این بنا هم بذاریم مجازم که بشه، بعد خب با این حال مجاز در اثر کثرت استعمال میشه چی؟ بیقرینه نمیخواد، در اثر کثرت استعمال تبدیل به تعین پیدا میکند و اون هم حقیقت میشود. به این معنا بحث در این ایشون داشت این بحث رو مطرح میکرد که از این بحث اون وحی که کلام الهی است برای انبیا رو هم در حقیقت کار بکنن، وحی که کلام انبیاست، کلام خدای سبحان است برای انبیا، آیا اون مرتبه ای رو که سلام علیکم الله سلام علیکم نزل علی قلب کست، اون مرتبه با مرتبه ای که کلام ظاهری لفظی است یکی است، یا اینا مراتبه یه حقیقت است؟ اگر قرآن گاهی دفعی بر پیغمبر نازل می شود و گاهی تدریجی، اون جایی که دفعی نازل می شود با اون جایی که تدریجی است، آیا دو مرتبه یه واقعیت نیستن؟ اونجا که دفعی نازل شد همین الفاظ بود که دفعی نازل شد، میشه الفاظ دفعی نازل بشود؟ امکان داره؟ بله؟ دفع با الفاظی که حتما یکی پس از دیگری باید بیاد که سازگار نیست. اما آیا او غیر از این است؟ نه، غیر از این نیست، اما لفظ هم در اونجا در مرتبه دفع در کار نبوده. پس نگاه این که کلام وحی رو که داریم میگیم مراتب دارد، اون مرتبه رو که پیامبر اکرم تو مرتبه فاوها ربه ما اوها، که در حقیقت اوها الابده ما اوها، اون وحی در مرتبه‌ای که هیچ واسطه ای نیست، با وحی در مرتبه‌ای که جبرئیل واسطه است، یا در حقیقت اون جایی که لفظ در کار است، آیا همین وحی هست یا نیست؟ خب بله. آیا در تمام اینها کلام خدای سبحان است؟ بله.
اما آیا اینها همه یه مرتبه هم؟ خیر. آیا اونجایی که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، همین الفاظی بود که ما هم میبینیم؟ خب اینا رو هم که ما هم که داریم میبینیم، ما هم که اینها رو میشنویم. یا اونجا وقتی که شنیده میشود اون کلام، اونجا دیگه جای وهم نیست، دخالت وهم. اونجا علم حضوری محض است، اونم کلام است. اگر میفرماید که اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، این کلام الهی که کن است، اینم کلام است یا نیست؟ اینم کلام است. اما این کلام که در حقیقت باعث یکون میشود، که ابراز ما فی الضمیر میشود، ایجاد ما فی البطون میشود، خب این غیر از اون مرتبه ایست که لفظ در کار است و لفظ دیگه لفظی در کار نیست. همین ها پس کلام است. و این صدق کلمت الله بر عیسی علیه السلام و بر عالم که در قرآن هم، این همه صدق است، حقیقت است، کلام است. اگر کلام است، پس حقیقت کلام مراتبی از خلاص حقیقت رو دارد. اگر قرآن کلام الله هم هست، اگر وحی کلام الهی است، این مراتب در وجود نبی گرامی اسلام با تمام مراتبش اتحاد پیدا کرد. اما هر کسی که تو این مراتب در حقیقت دست پیدا کند، جلو برود، طهارت پیدا بکند، با مرتبه از مراتب او. حافظ قرآن با صورت کلمات و الفاظ کلمات متحد می شود، درست؟ اینم یه مرتبه کماله. اما کسی که غیر از صورت کلمات، اون معانی این حقایق، معانی این کلمات هم در ذهنش نقش می‌بنده و به اونها هم در حقیقت مطلع باشد، اونم یه مرتبه است. کسی که به مصادیق اینها، یعنی اون حقایق تعبیری اینها هم مطلع، اونم یه مرتبه است. تازه اینا خودشون صاحب مراتبن هر کدام. خب این نگاه باعث می‌شود که اگر انسان باور کرد که کلام الهی یه حقیقت متصل است تا خزائن غیب، همین الان، نه فقط در وقت نزول بر پیغمبر، همین الان اینا لفظه و تا اونجا کشیده شده است، اون موقع معلوم میشه که ارتباط با تمام اینها برای انسان امکان پذیره. منتها برای پیامبر اکرم، او موهی وحی به او بود و او واسطه در اظهار اینها شد. اما الان که اظهار شده، قابل در حقیقت چی هستش؟ ارد قابل. ببینید امکان غیر از این است که الان امکان تحققم برکی پیدا میکنند. این امکان ارتباط با این تمام مراتب هم چی شده؟ امکان پذیر شده و دعوت شده انسان به این مراتب، درسته؟ پس اگر کسی قانع شد به الفاظ، این یه مرتبه ارتباط با وحی هست. اما خب خیلی در حقیقت مثل کسی میمونه که وقتی داره یک کسی باش صحبت میکنه، الفاظ او برای زیبا باشه، کاری به معانیش چقدر این زشته، داره اون حرف میزنه، این همش فکر میشه این لغاتی که به کار برده چقدر قشنگه، درسته؟ کاری به معنا نداشته باشه. یا این کاری به معنا داشت، او فقط نمیخواست الغای معنا بکند، که او از این صحبتش با این یک نتیجه میخواست بگیره، میخواست یک بحثی، یک کاری انجام بشه، به او کشیده نشه، همین در حد مفهوم و معنا بماند. خب اینا اگر انسان این نگاه رو بکند، او وقت نعوذ بالله احساس بکند رابطهش، این رابطهش با قرآن اگر در همین حد بمونه، اونم برای کسی که امکان عبور از این مرتبه هست، براش این چیه؟ این گاهی این چی هستش؟ استهزا میشه گاهی. چطور با یه نفر مقابلش این کارو نمیکنه؟ با یه نفر که مقابلشه چرا این کارو نمیکنه؟ که وقتی الفاظ رو میشنود، شروع کنه الفاظ این رو هجی کردن و الفاظ این رو به اصطلاح فقط مرور کردن، سلام علیکم سلام علیکم. چطور وقتی که الفاظ رو میشنوه، فقط دنبال این نیستش که با کتاب لغت معانی این الفاظ رو فقط بفهمد؟ چون اینم مقصود نبود، اینم مقصود از گفتگو نبود، درسته؟ اگر کسی در این دو حد متوقف شد، به خصوص اون کسی که امکانش هست، یه موقع کسی بیش از این نداره، همین مرتبه هم کماله، همین هم نباید دست داد، نباید تخته کدین هم بذاره کنار. اما اون کسی که امکانش بالاترش هست، اگر کسی تو این مرتبه بوده، این با کلام الهی چی کار کرده؟ بازی کرده، استهزا کرده، نعوذ بالله. لذا اصل اون
تعبیر در حقیقت این است که اسقا، اینها تعبیر کلام امیر مومنان علیه السلام این است که اون روایت شریف در نهج البلاغه در شاید خطبه متقین هم باشه که تمام وجودشون به کلام الهی گوش میکند. چیه اون روایتش؟ اسقا الیه مسام قلوبه، اسقا اسقا اون تمام وجود اله، اینم با تضمین اله که دیگه خیلی در حقیقت میل توش خوابیده، تمام گوششون باز است. مسام قلوبهم یعنی گوشهای قلبشون، ندازه با یه گوش، انگار تمام قلبشون میشه این در حقیقت گوش برای شنیدن. اسقا الیه مسام قلوب، تمام گوشهای قلبشون. این نگاه البته اون وقت با قرآن با کلام الهی جا داره. ما با کلام بشر دیگر این کارو نمی کنیم که فقط در مرتبه ظاهر باش باشیم، چه برسه حالا با کلام خدا این گونه هستیم. لذا شنیدن کلام الهی، سلام علیکم، سلام علیکم، این یه مرتبه ای از کلام هست، اینم یه کلامه. این دقیقاً مرحوم علامه تا اینجا پیش آمدن. بعد اگر دوستان خواستن این بحث رو دقیق تر و گاهی جدی تر و معرفتی تر هم نگاه بکنن، خب میتونن به این کتاب نبوت از دیدگاه امام خمینی جز به اون دفاتر تبیان دفتر 41 رجوع بکنن. این صفحه بله 441 به بعد، کلام الهی و تکلم حق. خیلی کلمات بلندی از امام اینجا جمع شده، حتما دوستان ببینند که این هم از کتاب طلب و اراده امام هست، هم از کتاب مصباح هدایه امام هست، هم معارف خوبی رو جمع شده اینجا که خودش یه رساله ایه در کلام و مراقبه بر این مسئله، هم تکان دهنده است هم خلاصه معرفتیه. ان شاء الله دوستان ببینن. زیاد هم هست، یعنی شاید یه تقریبا حدود 15 صفحه‌ای این بحث ادامه داره که خیلی خوبه. این یه جا که حتما رجوع بکنید. یه بحث دیگری تو خود کتاب مصباح الهدایه امام هم، یه مقدمهش و خود متنش، اونجا اینم به بحثی از صفحه 72 به بعدش در مقدمه و خود متن، اینم دوستان رجوع بکنن. همونجوری که جلسه قبل ما چی رو مصباح الهدایه، مصباح الهدایه من مقدمش چون مفصل بود، اون مقدمش 72 مقدمش، اما مصباحش رو اینجا چون شماره قبلی درست نزده بود، ظاهرا مصباح 45 میشه اگر که اون به اصطلاح چیز بود. اون کتاب قبلی هم که به نظر بنده خیلی مهم بود، مفاتیح الغیب چی بود؟ مرحوم آخوند بود. همچنین اسفار جلد 7 اینا بحث‌های کلام رو، کلام حق رو آوردن، بحث‌های خیلی مفیدیه. و اینجا هم که خود علامه یکی در اینجا آورده که در همین جلد دوم هستیم صفحه 314، یکی در جلد مرحوم علامه جلد 8 صفحه 244 و 245، اونجا هم رجوع بکنید دست کلام رو. ایشون یه بار دیگه هم در سوره شورا آورده، همون ذیل آیه به اصطلاح مشهوری که تقسیم میکنه وحی رو به سه قسم که ما کان لبشر ان یکلمه الله، اونم جلد 8 صفحه 73، اونم جلد 18، جلد 18 صفحه 73. این چند جا از جهت ارجاع مطلب جا داشت که اینها رو توی مجموع آدم بیاره، اما خب خیلی وقت دیر میشه و فرصت زیادی میبره. دوستان میتونن برای ارجاعش دیگه به اونجا رجوع بکنن. همین مقداری هم که علامه آورده میتونه یک کدی و یک به اصطلاح زمینه ای رو باز بکنه در کلام که از اون حالت تنگی که ابتدا انسان احساس میکرد خارج بشه. اشاره بعدها اونجاها خودش میتونه با رجوعش، من رجوع کردم اینا رو همه رو خوندم، یعنی برای این بحث همه اینها رو خوندم، اما در این حال آمادگیشم داشتم که بگم، اما در این حال میبینم خیلی فرصت میبره. همه چی هم آدم دلش میخواد ولی با همه چی محقق نمیشه. خب دیگه حالا باید بالاخره این کدهاش اقلا همین مقدار که من بگم اینجا ها چیزهای خوبی هست رجوع بکنید هم خودش خوبه. بعد جلد 8 صفحه 244 و 245، جلد 18 صفحه 73. بله مراتب پایین‌تر کلام که کنند اولا تکثیر توی کلام میکنم من اصلا میبتون معاصی من، یعنی شما به مراتب پایین‌تر مشغولین اون بالایی رو نمیشنوید تا انسان ببینید پایین‌تری شروع هر چیزی تو وجود ما جسمات و قدوس و مطال بخواد، هم وجود ما اینجوریه هم همه علوم ما اینجوریه. لذا کلام هم از مرتبه جسمانی شروع میشه در وجود ما، اما نباید در این متوقف بشه. اگر از اینجا شروع نشه اصلا تکلم برای انسان شروع نشه، فهمش سخت میشه. لذا انسان هایی که کر باشند، لال هم
هستن دیگه، چون اونا که کر مادرزادی باشن دا. چون نمیتونن نشنیدن، نمیتونن در حقیقت چیکار داشته باشن، حرفم نمیتونن بزنن. خود این که تعبیر زیبایی است که آدم سلام الله علیه معجزش حروف معجم بود، این خیلی کلام زیباییه که معجزه حضرت آدم حروف معجم بود. یعنی ناطق بودن انسان به لحاظ نطق و به کار بردن کلمات، دقت میکنید که بتونه این کلمات مبدأش به حضرت آدم سلام الله علیه برمیگردد که حروف معجم معجزه چی بوده؟ حضرت آدم. حالا حروف معجم کدام یک از این حروف معجم بوده؟ سریانی بوده؟ به اصطلاح از لغت‌های سابق بوده؟ چی؟ اونا حالا الان مهم نیست. اصلش این است که باب تخاطب و گفتگو برای انسان با اولین خلق انسان آغاز شده و لذا انسان چون زندگی اجتماعی براش فطری هست و طبیعی هست، حتما احتیاج به چی دارد؟ به نقل و انتقال ما فی الضمیرش داره، تفهیم و تفهم دارد و تفهیم و تفهم راهش کلامه. منتها کلام ظاهری با این حروف، این یکی از نزدیکترین و ابلغ راه هاست، بلیغترین. تنهایی نیست، با دست و با در حقیقت اشاره و با شکل و با همه این هم چی هستش؟ اینا هم کلامه، اینا هم جزء چی هستش؟ کلامه. ابراز ما فی الضمیرش رو به هر طوری که بکند کلام است. حتی اگر یک کسی لال است با این دستا حرف میزنن، اینا که دیدید که نشون میدن، با این اونم کلامه دیگه، داره اون چه رو که محافظ ضمیرشه ابراز میکند و طرف مقابل هم چی میشه؟ میفهمد، انتقال پیدا میکند، اینم میشه کلام. اگر تو مرتبه از عالم ماده برید تو عالم مثال، انتقال اونجا چه جوریه؟ اونجا ماده نیست، نه دست هست، نه زبان هست، اینا هیچ کدام نیست. قبل از اون که اونجا برید تو عالم خواب حرف میزنید یا نمیزنید؟ ولی زبان در کار نیست، گوش در کار نیست، ولی کن شنیدن و گفتن در کار هست. شنیدن رو گفتن در کاملا آدم اونجا میگه، میشنوه، درسته؟ در عالم مثال از اون اوسع است، این سمع و بصر در کار نیست، این لفظ در کار، این دهان در کار، اما کلام هست. اگر قدرت انتقال در عالم مثال صورت بگیره، که این جزء ظرفیت های وجود انسانه که بتواند بدون این که اون چرا که میخواد به زبان لفظ مادی بیاره و به گوش سمع مادی برسونه مقابلش و او بتونه اینو تنزیل بکنه، مثلا نزعش بکنه از مرتبه بدن اون لفظش و بتونه به معناش برسه، می چقدر طول میکشه این زمان؟ اگر تو عالم مثال انسان از قدرت القاش استفاده بکنه، بتونه استفاده بکنه، اینو به کار بگیره، زمان در نبرد دیده میشه در القاء مطالب، زمان در نبردیده میشه. اگر تو نظام عقلی این انتقال صورت بگیره، من العقل الی العقل صورت بگیره، اصلا صورت هم در کار نیست، نه زمان در کار نیست، صورت هم در کار نیست. او خیلی خوابهایی که انسان میبینه بعضیش از این دسته که ابتداعا تو عالم مثال، بعضیش از عالم. خب اینا حالا البته همه مرتبط که اینا کلامه، ارتباط انسان با نظام عالم وجود و اخذ از اونجا، اینا کلامه. او متکلم است که بالاست و این سامع است که پایینه، این که میشنوه سامع، اون که میگه متکلمه. منتها سم همیشه با این گوش نیست، چنانچه خدا سمیع است ولی لا به عالم، سمیع اون لا به عالم، اونم سمع است، متکلم اون لا به عالم. اونجا که عالم خدای سبحان متکلم است، اما در اونجا نه سمع، نه کلام لفظی و قرع مطرح است، نه کلام مثالی مطرح است، نه کلام عقلی، چون هر کدوم یه حدیه، کلام عقلی هم حد دیگه، اونم حد داره دیگه، اونم حد داره برای خودش. کلام الهی فوق همه اینا است، کلام در عالم اله، درسته؟ در اینی که کلام در عالم عقل و کلام در عالم مثال و کلام در عالم دنیا همه فعل حق حساب می شود، در این که همینا فعل حق است، در اینه که همه اینا فعل حق است، درسته؟ کسی نمیتونه بگه که خدا، مگه میشه فعلی در عالم باشد فعل حق محسوب نشه؟ فعل حق است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی، همه اینا فعل. اما غیر از اون است که فعل حق، اگر گفتیم بگیم پس خدا ظالم است، بودی معلومه دیگه، نسبت ایجاد و نسبت اسناد رو که معلومه با هم قاطی نمی کنه. کلام مگه فعل حق نیست؟ بله خود کلام بله دیگه، چرا؟ خب پس فوق عالم عقل چجوری کلام دارید؟
دیگه عالم عقل که مرتبه اول فعل خدا نیست، که خدای سبحان مرتبه فعلش خلاصه اونجا و ما امرنا الا واحد است که همه عالم عقل هم یه شأنش میشه. حالا دیگه اینا رو شما باید تحقیق کنید بعدن. بله، بعد میفرماید که تا اینجا آمدیم که و من اونایی از هر یا نه پایین ترش والذی عندنا من حقیقت الکلام، ایشون حالا این رو داره تحلیل مسئله رو، هو ان الانسان لمکان، اینم یه بحث مهمی است که اگر اجتماع در کار نبود یک انسان در کار بود، کلام معنا نداشت برای انسان. کلام نظام اعتبار تو عالم انسانی، لذا اگر حقیقت انسان لقد جئتمونا فرادا باشه، کلام تو اونجا به چه معنا میشه که در روز قیامت لقد جئتمونا فرادا، فردید شما، درسته؟ در اونجا فرادا میان. حالا این ایشالله اینا تو بحثای بعدی. والذی عندنا، اون چی که در عرف ما، عندنا این در عرف ما، من حقیقت الکلام هست که تعریف کلامه این است که هو ان الانسان لمکان احتیاجه الى الاجتماع والمدنیه یحتاج بالفطره الى جمیع ما یحتاج الى هذا الاجتماع التعاونی. خب میخواد دیگه، هر چی که اجتماع تعاونی میخواد اینم لازم داره هر انسانی. و منها از جمله احتیاجاتش چیه؟ تکلم است تو ارتباطات. و قد الجأت الفطره الانسان الانسانه ان یسلک الى الدلاله على الضمیر، فطرت انسان رو سوق میدهد به این که ان یسلک الى الدلاله، تا بتونه حرفاش رو دلالتاش رو على الضمیر بر اون باطنش، اون چیزی که ظاهر بشه، از بتونه باطنش رو ظاهر بکند، الى دلالت على الضمیر من طریق صوت معتمد على مخارج الحروف من الفم. خدا چه کرده؟ همینم خودش یک معجزه عظیم الهی است که یه صوت بازدم میاد، این همه تکسرات از این در میاد. تشبیه، یکی از وجوه تشبیه تکسر که در اینی که متکسره ولی واحده، یه تشبیه به بازدم انسانه تو مثلا وجوه کتاب های اعتقادی که معرفتی که مثال میزنن که چطور میشه یه چیزی هم واحد باشد هم چی متکسر. میگن بازدم انسان رو ببینید، یه واحد هست یا نیست. این بازدمی که یه واحد است وقتی به تارهای صوتی میرسه، همین بازدم، این همه اصوات و کلمات و این همه غیر قابل احصا و به هیچ حدی محدود نشده، همش یه بازدم هست. که وقتی میگن همه عالم صدای نغمه اوز، که شنیده هست چنین صدا یا صدای دراز، یه صداست و ما امرنا الا واحده، یه کلامه. اما این همه در حقیقت کلماته، یه کلام با این همه کلمات، و ما امرنا الا واحده، اما در این حال این همه کلمات عظیم و دمود که کسی قدرت احسان نداره. که وقتی که اون شخص رفت پیش مادر جابر، رفت پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود چی در دست تحقیق داری الان؟ چون مادر جابر هم مثل خود جابر ابن عیان، خودش خلاص اهل معلوم تحقیقات و از مادر مرز برده بوده، میگه الان چه پرونده دستته؟ میگه دارم تخمگذارا رو، حیوانات تخمگذار از حیوانات به اصطلاح استاندار اسمشون جدا می‌نویسم، لیست گیری می‌کنم، تقسیم. میگه تو که نمی‌تونی تو عمق دریا با فرو بری، تو که نمی‌تونی به عمق زمین فرو بری، تو که نمی‌تونی تیاران داشته باشی با آسمان بری، چطور می‌خوای اینا رو حساب کنی؟ گفت بالاخره به قدر وسعت دیگه. حضرت اومدن یه قاعده به تو القا می‌کنم که اون قاعده همه اینا رو در بر بگیره. اونجا تو اون روایت شریف فرمود هر موجودی که لاله بیرونی گوش داره این استانداره، هر موجودی که لاله بیرونی گوش نداره این داشته، این لاله بیرونیه. میگه اگر اون نداشت این چیه؟ تخمگذاره. خب اینم بالاخره یه جور بیانه دیگه، اینم خلاصه از یه مبنای دیگری نگاه به عالم. حالا این چرا میخواست زحمت بکشه؟ این از راه علتش خلاص. اینم علت نیست لاله بیرونی، اینم یه حکمته، چون علت نیست یه حکمته. تازه این در مرتبه این فرموده حضرت، به علم اصولی هم فرموده. اگر علم از راه علم حضوری و علت بشه چی میشه؟ در زمان ظهور حضرت دارد که مردم به علم راه پیدا میکنن از راه علتش، و خیلی عظیم میشه. و باب علم ببینید چقدر عالم
جای علم هست توش که ما الان مشغول خاکبازیم دوره عالم. و وقت تعبیر اینه که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه هستی، نه این عالمه که میبینیم، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آسمان ها که یه آسمانش این همه آسمانیست که کواکب دارد، زینت لن کواکب دارد، این یه آسمانشه، همه آسمان ها یعنی همه مراتب عالم وجود مجرد و مادی همه تحت تسخیر انسان امکان داره. تعبیر قرآن سخر لکم، ما این رو امکان تسخیرش رو برای شما قرار دادیم، اونجا این تسخیر محقق میشه و معلوم میشه که همه هستی با تمام عرض و طولش در مراتب ارضیش که عالم مادی باشه و طولیش که عالم مجردات باشه، همه اینها در طریق انسان است، مرتبط با انسان است، بی ربط نیست. هر کدوم نقشی برای اینکه انسان به کمال برسن داره، مرتبطن. و الا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض عبث بود. من میخوام علم پیدا کنم به چیزی که فایده نداره، چه فایده داره برای من، چه اثری داره؟ علم ما نایعنی میشه. حتما اگر این سخر لکم امکان پذیره، پس باید تو کمال من تأثیر داشته باشه، نه نفس علم و دانستنش، نفس اثر و نقشی که تو اون رابطه داره. اگر ما الان این علم رو پیدا نمی کنیم، معلوم میشه چقدر از کمالات اون محرومه، معلوم میشه چقدر از کمالات محرومیم. اینا بالاخره معارف بعد میفهم. میگه هی نگید قربون چشم بادون بید، من نزده خودم خلاصه میرم دنبال چشم باد. بزنید خلاصه، بزنید خود متنم بریم جلو. بعد میفرمونده وقد الجهت الفطره والانسان ان يسلك الى الدلاله على الضمير من طريق الصوت المؤلف على مخارج الحروف من الف و يجعل الاصوات المؤلفه والمختلطه. اینها رو همه رو چی قرار میده؟ امارات داله على المعان المكنونه في الضمير. خب معلوم التي لا طريق اليها الا من جهت العلائم الاعتباريه بسيط. حتما باید این وضع اعتباری باشه، و الا من یک کلمه رو به کار ببرم قبلا بر این به اصطلاح قرارداد نکرده باشیم که این بر چی دلالت میکند، خب شما منتقل نمیشید بر اون. من الان بگم مثلا یک کلمه ای رو مثلا که هیچ ربطی مثلا نداشته باشه، سا مثلا فرضه، شما منتقل به چیزی نمیشید، حرف رو میشنوید اما به چیزی این نداره. و بگی سا یعنی به اصطلاح حالا بسه بس کلمات هست آه و آه و اینا همه نه، اونا خودش وضع تکوینی، خودش وضع داره. یعنی آه که میگن همه میفهمن این بالاخره یه دردی دارد، بالاخره یک این همه این وضعش دیگه عمومیت دارد، تو درون همه این وضع شکل گرفته. این اگر وضع صورت نگرفته باشد انتقال صورت پس قرارداد مرتبط با قرارداد است، منتها اینکه این قراردادها چگونه شکل میگیرد مبانی مختلفه. این مبنای عام میشه که بالاخره یه قراردادی شکل بگیرد، اما یه مبانی دقیق الهی دارد که میگن واضع بر اینها وضع قرار نمیدهد مگر اینکه چی باشد؟ مگر اینکه خدای سبحان به او در حقیقت ارتباط رو انتقال میدهد بدون او که خودش بداند. او میشه وضع الهی و قابض قائل وضع الهی هم در وضع، اما الان به اون کار نداریم، اون در حقیقت موکوله. بعد لذا اشتباهات کبیر قائل میشن، لذا بعد مسائل بر این اون این همه حروف رو که براش آثار قائلن در همین وضع، حتی اسم یه شخصی رو که میذارن فلان اسم و اسم پدرش چیه، میتونن از این اسم فرزند و به زمین اسم پدر چه قواعدی رو به دست بیارند، همه اینها موکول به این است که اون وضع وضع چی باشه؟ الهی باشه، نه وضع اعتباری قراردادی همجوری از زبان پریده باشه و اتفاق باشه. اون بر اون اساسه که اون هم علوم متفرع بر اون است. خب حالا میفرماید که و یجعل البر، پس باید متفرع بر وضع باشد. فل انسان محتاج الى تکلم من جهت انه لا طریق له الى التفهیم و تفهم الا جعل الالفاظ و الاصوات المؤلفه علائم جعلیه و امارات وضعیه. حتما باید بر این اساس باشه. و لذلک کانت اللغات، حالا اینم یه نکته نتیجه خوبی است، میگه هر لغتی وسعتش به مقدار احتیاجات اون جامعه بوده، هر مقدار احتیاج پیدا کردن وضع لغت کردن، قرارداد کردن، به کار گرفتن. لذا اگر که کسی لغت شناس باشد، تاریخ لغت رو تفحص بکند، میتواند بهترین راه. یه کسی داشت تلویزیون صحبت کرد، میگه ما از طریق این به اصطلاح تاریخ نمیتونیم کامل پی ببریم به این که این تاریخ نوشته ها که مثلا واقعا اوضاع چگونه بوده، چون تاریخ ها عمدتا بر اساس دستور نوشته میشد، درباریان در حقیقت پول میدادن تاریخ نوشته میشد، لذا معلوم نیست که تاریخ صحیح بود. اما اون چه که از آثار باقی مانده که دستکاری تو اونها امکان پذیر نیست، یا اینجا الان من این رو میگم، اینجا از بیان علامه استفاده میشه،
اگر کسی لغات اینها رو در حقیقت چکار بکنه؟ تفحص بکنند که این لغات دائرش و سعهش چقدر بوده؟ چه الفاظی در اونجا به کار گرفته می شده؟ همون که تاریخ نوشته چه الفاظی رو داره به کار می بره؟ الفاظی که به کار برده شده معلوم شده این الفاظ نیاز اون دوره بوده، جلب شده مطابق این. میشه اون جامعه رو کالبد شکافی کرد با الفاظی که به کار می بردن در اون دوره، که نشون میده نیازهاشون در چه حدی بوده که این الفاظ رو براش وضع کردن. و هرچی این تغییر میاد جلوتر نشون میده نیازها چی شده؟ نیازها تغییر کرده، یا نیازها چه چیزهای جدیتری بوده، چه تر با همین دایره الفاظ میشه جامعه شناسی کرد که این جامعه، این یکی از کار ایشون میفرماید دیگه. لذا میفرماید جر بر اساس الفاظ بر اساس نیازها بوده و لذا در حقیقت توسعش هم بر اساس نیازها بوده. حالا اگه اینو برگردیم عقب، پس معلوم چه میشه؟ جامعه شناسی کرد بر اساس الفاظی که وضع شده بوده، چون بر اساس نیازهاش اینا رو وضع کرده بودن. بله، دو تا مبنا شد. یه مبنایی که شما فرمودید که مثلا از معجزات هست که آدم همین حروف معجمه و وضع الهیه و مثلا این حرفا، نه اون مال حضرت آدم بودن، فقط دو با دایره وضع هم میسازه که اصل مسئله رو آدم سلام الله علیه از جانب خدا آورد، اما حروف معجم ترکیبشون چی؟ ترکیبشون جعل قراردادی بود، اب نداره، لزوم نداره حتما جعل هم جعل الهی باشه، وضع هم الهی باشه. دیگه هم نمیخوام خدمت حضرت مثلا یهودیان میپرسن که مثلا ابجد یعنی چی؟ حالا یه بحث دیگه الان که نمیخوام اینو بحث کنیم که اینو اثبات کنیم یا اون رو، که شما بحث در این نمیخوام تفصیل باید بدیم، مثلا باید بگیم یه سری لغات داریم به وضع انسانی و مثلا حالا اون مبنا، اصلا اون مبنا رو ما الان اینجا کار نداریم، الان میگیم اون یه مبناست، جای خودش باید بحث بشه، جای خودش این مبناست، این بحثه. کلام مؤثره دیگه تو بحث معنی ما از کلام. الان الان رو دارم مبنا اوقدایی میان جلو، میگن که آقا یه سری اوقدایی این حداقل دیگه، این حداقل، این حداقل نیست که قطعا همه این رو میپذیرند که این بالاخره کمترین مرتبه است، اما حد اکثرش این است که وضع الهیه، درسته؟ الان ما رو حداقلی داریم بحث میکنیم که این دیگه اینو همه میپذیرند که بالاخره یه جعلی بین مردم بوده. حالا این جعل رو خدا تو ذهنشون انداخته یا خودشون قرار دادن، ولی این جعل بوده بین مردم، این رو این قرارداد بین مردم محقق شده، نمیشده لفظی رو به کار برن که نشناسن، لفظی رو که به کار می‌بردن جعل می‌کردن، می‌شناختن، قرارداد می‌کردن بر چیزی، و این عرفی هم از الان هم هر چیزی که جدید میشه برش یه لفظی چی میشه؟ جعل میشه، قرارداد میشه بر اون و بقیه هم به کار می‌برن. بله، بعد می‌فرماید که ولی ذالک ایزن کانت اللغات لا تزال تزید و تتسع به حسب تقدم الاجتماع فی سرات، هر چقدر پیشرفت می‌کرد اجتماعی نیاز بیشتری پیدا می‌کرد، لغات بیشتری و تکثر الحوائج الانسانیه فی حیات الاجتماعی، پس لغات میتونن جامعه شناسی ایجاد کنن، لغات و عبارات میتونن جامعه شناسی، یعنی یه کار، یه راه برای از همین در اصطلاح متن میشه استفاده کرد که شاید کمتر هم استفاده شده باشه، که میشه شناخت که ارتباطات اونها تو چه حدی بوده. خب همین اونایی از هست ان الكلام عنی تفهیم ما فی الضمیر بالاسباب معتلفه الدالت علی بالوضع والاعتبار انما یتم فی الانسان فهو واقع فی ظرف الاجتماع، حتما باید انسان ظرف اجتماع باشه و الا جعل و قرارداد چه معنا داره؟ انسان که برای خودش جعل و قرارداد، انسان خودش ما فی الضمیر خودشو که میدونه، که انسان به اون چیزی که در درونش آگاه، جعل نمیخواد، لفظ نمیخواد، نمیخواد به خودش بگه این آن است، لزوم نداره. اگر میخواد ما فی الضمیرش رو ابراز بکنه، تفهیم و تفاهم ایجاد بکنه، اون مال جایی است که اجتماع باشه. کلام نفسی لزوم نداره که لفظ هم داشته باشه، این کلام لفظی که با تو نفس انسان با خودش حرف میزنه اون مال وقتی است که تو اجتماع اومده، کلمات وضع شده، به کار برده، حالا گاهی با خودش هم که داره حرف میزنه که انه خودش رو مقابل خودش قرار میده، با خودش حرف میزنه، اما اونجایی که کلام نفسی باشه و قبلا هیچ فردی دیگری هم نباشه، انسان تو کلام نفسیش میتونه با صورت مثل خوابی که میبینه انسان، با صورت دهی به مسائل بدونه که لفظی رو به کار بگیره، با خودش تخاطب داشته باشه، تخاطب حتما، حتی خود تفکر میشه بدون لفظ. چرا؟ چرا؟ اگه الفاظ وزن نشده بودن چجوری تفکر؟ مثلا الان شما روز رو تصور میکنی تو ذهنتون بدون اینکه لفظی در نظر بگیرید. نباشه اصلا قابل تصور نیست. چی نیست؟ روز قابل تصور نیست. من به شما نمیتونم، ببینید من نمیتونم، من میخوام به شما بگم روز رو تصور، دقت بکنید، من میخوام به شما بگم روز رو تصور کن، باید روز رو بگم، اما شما میخوای روز رو تصور کنی، کلمه روز رو باید به خودت بگی تا تصور بکنی؟ یا خورشید رو در نظر میگیری و روشنی رو در نظر میگیری، اصلا به لفظ کاری نداره. شب رو که تصور میکنیم، مگه این تو تصور کردن شب حتما باید بگیم شب؟
نه این تاریکی و خلاصه ظلمت و نبود خورشید و اینا لفظ نیست که، اینا معناست. درسته اینا صورت، اینا تصور میکنی از توش نتیجه میگیری. تصور میکنی الان شبه، پس مردم رفتن خونه، پس منم باید برگردم خونه. اصلا لفظ نکن، با خودت داری حرف میزنی. اینا رو هیچ کدوم نمیخواد بگی. تصور میکنی اینها رو بلافاصله دوم، این حدیث نفس در درونه بدون تفکر اینا هیچ کدوم لفظ نمیخواد که. منتها ما عوض که عادت کردیم به لفظ، اصلا باورمون نمیشه. مگه میشه به غیر لفظ هم آدم حرف بزنه؟ مگه صحبتی بدون لفظ هم امکان پذیر تو درون خدا آدم؟ تصور مشکل نیست، واسه تصدیق فرض شما از مثلا معلومات رو به مجهولات رو کشف کنید. خب بله اونجا هم لفظ نمیخواد. شما یه گیاه رو میبینید، یه گیاه رو میبینید که در حقیقت چی شده؟ یه میوه هم افتاده پاش. اصلا بدونه که لفظی به کار رو بری، نگاه میکنی، میشناسی این میوه، این گیاه، تصدیق میکنی که این میوه مربوط به این گیاهه. اصلا نمیخواد به کسی هم بگی، با خودتی دیگه. مگه باید لفظ بکنی این میوه است، اون درخت است، این میوه آن درخت است. اینجوری باید بگی؟ آره اینجوری باید بگی؟ تصدیق دیگه اینا. بابا ما تصدیق بدون لفظ داریم. اتفاقا تصدیق با لفظ ضعفه. یعنی اونی رو که ضعفه قوت نگیریم. چون مجبوریم باید لفظ رو به کار بگیریم، منتها اینقدر این ضعف قوت شده برای ما، اون برش باورمون نمیشه. لذا خدای سبحان حرف زدنش قول و فعلو، خدا با فعلش با ما صحبت میکنه، اصلا با الفاظ با ما صحبت نمیکنه. اگر مجبور شده تو قرآن با ما با لفظ صحبت بکنه، این دیگه ضعیف‌ترین مرتبه صحبت از جهت صحبته. وگرنه تو همین قرآن هم میفرماید اگر معاد رو میخواید، معاد کجاست؟ نگاه کنید به باران از آسمان میبارد، زمین زنده میشود. لفظ نمیخوادی، زمین زنده میشه با باریدن باران. میگه این حیاته، کذالک نخرج الموتا. ما هم اینجوری موتا رو چیکار میکنیم؟ این نگاه رو، این اگه کسی تصور کرد تو قبرستان میره با مردا حرف میزنه، لفظ نمیخواد با مردا، اونا گوش ندارن که بشنون، گوش ندارن که بشن، تو ذهنش با اینا تخاطب داره و جواب میشنوه. چیزی که شما میفرمایید، شما چون که لفظ و ایستا حامی معنی کردید، فعلا جزء لفظ قرار میگیره، جزء کلام قرار میگیره. شما فرض کنید یه کسی که کره، کوره و لاله، هیچ ورودی خروجی نداره، این شخص میتونه فکر بکنه بدون لفظ، بدون دیدن، بدون کلام، بدون شما این اول کلام رو خلاصه قد نگاه نکرد. گفتیم اول کلام، گفتیم که انسان در ادراکاتش همچنان که وجودش جسمات الحدوث رومت البقا با در کجا شروع کنه؟ از جسم، اما نه از لفظ. یعنی بچه که هنوز لفظ نمیشناسه و نمیتونه به کار بگیره، اگر هم شما لفظ به کار میبری براش، باید کم کم حالیش کنی که این جهل یعنی چی، اما حقیقتش رو داره. مادرش رو که میبینه گریه میکنه، میخواد بره بغلش. حالا بهش بگو این مامان است، حالا این با تا یاد بگیره این مامان است، تا گفتی مامان یادش بده، اما این قبل از اینکه بدانه این مامان، لفظ مامان اینو، ولی مادرشو میشناخت، اون معناست، لفظم نداره دیگه، هی نبره تو جزئی تر. اصل اونه، این ضعفه. چون ما نمیتونیم تو نظام مثالی انتقال ایجاد کنیم، تو نظام عقلی انتقال ایجاد کنیم، مجبوریم از راه لفظی انتقال ایجاد کنیم. خب اینم البته هنرشو خدای سبحان به انسان داده و این همه کمالات رو قرار داده و منها بله این هم از عجایب شده. مرحوم علامه فرماید که از بس که نظام عالم مادی در مغلبه دارد، اگر آخرت رو میخواییم بشناسیم، فکر میکنیم او شبیه اینجاست، چون این اصل اون شبیه. میگه خدای سبحان برعکس میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقین، اون مثل جنتی که به متقین وعده شد داده شده، جنات تجریم تحت الامز، باقای اینجا این مثال اونه، نه اون مثال این باشد. اصل چی قرار میده؟ اصل او قرار میده. این رو در حقیقت مثال ما برعکسیم، ما این رو اصل قرار میدیم، اونو میگیم مثل اینه، چون ما دیگه ما این طرف برامون عرض. تو همه چی ها این از همون چیزهاییست که خیلی وبال انسان میشه و انسان براحتی. لذا خدا رو هم اگه میخواد بشناسه، همون میگه خدا با دو تا پا داشته باشه، دو تا چشم، همونجور که امام باقر علیه السلام فرمود که زبان پشم فکر میکند که کمال خدا در این است که چی؟ مورچه فکر میکند که کمال خدا در این است که دو تا شاخک داشته باشه جلوش خدا. اگر این شاخک داشت، دو تا شاخک بود، خیلی بزرگ، این میشد کمال، این خدا. ان لله تعبیر امام باقر علیه السلام، لله زبانیتین، دو تا شاخک داره خدا،
ما اینجوری این مثال ماست رو داره میفرمودا منطقه چه کنه آدم که ببینید امام معصوم پیغمبر با ما چقدر سخته با ما حرف زدن اونا چقدر اون سخته شده ولی چی میکشن ولی با ما حرف میزنن تحمل هم هیچی هم نمیگن اینجوری هر خیلی سخته با بچه آدم میخواد حرف بزنه که هیچ نمیفهمه چقدر سخته اونا سخت‌تر از اینه که با ما شما هیچی از اونا ما نمیفهمیم از اون حقا همین فقط ماده رو میفهمیم که بخوریم خودم رو ارزم این خوردنی باشه دست بچه هر چی رو میخواد بفهمه چی اول گفت دهنش تو مراتب اولیه ببینه این چیه ما هم همین جوریم توی عالم هر چیزی که میخوایم از معانی برام بگن باید بخوریم ببینیم مزه چیه بعد بگیم قبول نه بعد اینقدر حرف زدیم و عمل انسان بله و رو ملحق به بعض انواع حیوان من مال نوعی نه و اجتماع و لهو شیء من جنس صوت بعض از حیوانات هم صوت دارن و عمل انسان فی غیر ظرف الاجتماع تعاونی فلا تحقق للکلام معه انسان وقتی در محضر خدا قرار میگیره برای محاسبه اونجا لفظ در کار نیست چون اونجا اجتماع در کار نیست چون خدا مقابل نیست دقت میکنید لفظ در کار نیست اگر اونجا قول در کار هست کلام در کار هست لفظ نیست ابلغ بیان است در مافی ضمیر انسان و خدا به داد انسان برسد که اونجا دیگه دروغ نمیشه بگی تا جایی که لفظ در کار باشه دروغ است اگر کسی در اونجا دروغ میگه اون دروغ وجودشه لفظ نیست اون دروغ وجودشه تعبیر در بعضی جا دارد که این در حقیقت اونجا هم دروغ میگه اون دروغ وجودشه دیگه نه لفظش باشد و اما الانسان فی غیر ظرف الاجتماع فلا تعقل الكلام فلا كان السمع انسان واحد من غیر اگر فرض کنی یه انسان بدون اجتماع به ای من غیر ای شما فرض لم تمس الحاجه الى التكلم قطعا لعدم مساس الحاجه الى التفهم والتفاهم و كذلك غیر الانسان مما لا يحتاج في وجود الى التعاون الاجتماعي و الحیات المدنيه اینا خیلی حرفه کلملک و شیطان میگه ملائکه و شیاطین حیات اجتماعی ندارن چون حیات اجتماعی ندارن احتیاج به تکلم ندارن رابطه ملائکه و شیاطین با انسان رابطه اجتماعی نیست این دنبالش بحثه رابطه ملائکه با شیطان با انسان رابطه اتحادی تو هر مرتبه ای که ایجاد بشه نه رابطه اجتماعی لذا اونجا تکلم نمیخواد یه بحث بسیار در حقیقت دقیقیه که خودشو فقط ایشون اینجا داده و گذشته از اوناست که میگه علامه میزنه و در میره از اونجا زده و در رفته با دو تا کلمه که کلملک و شیطان یه دو تا مثال زده حالا ای خدا پدر و مادر جد و آباد و بیامرزه این همه ملائکت الله این همه گفتار ملائکت الله با انسان پس چی میشه رابطه رابطه وقتی رابطه اتحادی شد کلام کلام لفظی نیست مقابل نیست ملک بس امهازات نداره در مقابل انسان که بخواد مقابله و گفتگو با کلام بکنه قرع صوت بشه و تا به گوش انسان اون وقت معلوم شه جبرئیل و پیغمبر نازل شد یعنی چی و بس سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله اگه خود طول کشیده ببخشید خود با تندتر بریم دیگه ولی خب بحث و بحث دقیقیه من نمیتونم کلا دوستان نظرشون رو بگن اول سال سرعت بیشتری بدین نظرشون رو بگن من گوش میکنم یعنی سعی میکنم که خلاصه تا اونجایی که میشه جمع رو در حقیقت نظرشون رو جمعی نگاه کنم سلام ندید Thank you.